رفتید از مخابرات یا هر آیسپی دیگری اینترنت بگیرید و بهتون میگن که سرعتتون مثلا 4 مگابیت 10 مگابیت 16 مگابیت پر سکنده چجوری میتونن روی 16 مگابیت ببندن؟ آیا من میتونم فراتر از اون اینترنت استفاده بکنم؟ یا مثلا میرم اینترنت میگیرم میگن خطت تا 4 مگ جواب میده ولی من مثلا درخواست 2 مگ میدم آیا من میتونم بالاتر از اون رو استفاده بکنم؟ این سوال رو خیلی از من میپرسن توی جلسه 17 همه دوره نتورک پلاس و قسمت چهارم تجهیزات شبکه میخوام به جواب بدم با من همراه باشید سلام من اردشیر کاویانی هستم و اینجا چهارراه کامپتره اول از همه بگم خیلی خیلی خوشحالم که به جلسه 17 هم رسیدیم فکر نمی کردم بچه ها واقعا بیان میدونم که خیلیاتون تازه شروع کردید میدونم که خیلیاتون عقب هستید دو سه تا جلسه و دارید میرسید ولی من سعی می کنم همون ترتیب هفتگی خودم رو داشته باشم که هر کسی داره میرسه برسه خیلی پیام محبت ها میز گرفتم واقعا ازتون ممنونم پیروز یه نفر پیغام دیشب یه نفر پیغام داده بودش که من دارم میرم امتحان نتورک پلاس بدم و چیزی که شما میگید رو میشنوم و توضیحات که میدید خیلی روونه و میتونم از روم برم امتحان بدم واقعا خوشحالم اگر دارم یه کمکی میکنم و خیلی خوشحالم که میتونم این کمک رو انجام بدم بسیار بسیار لذت بردم اینجور پیام ها رو وقتی شبکه اجتماعی برم میدید روحیه میگیرم واسه اینکه این مسیر رو ادامه بدم مرسی ازتون خب توی جلسه 17 همه دوره نتورک پلاس میخوایم بریم سراغ بقیه تجهیزات شبکه همونجوری که قول دادم هنوز DNS مونده DNS ان و جلسه بعد میریم سراغش ولی میخوایم بریم بقیه تجهیزات شبکه رو با هم دیگه بشناسیم یه دستگاه رو آشنا میشیم که میگیم آهان پس اینا که دارن اینجوری مثلا این کارو میکنن به واسطه این دستگاه یا این تکنولوژیه که این کارو میکنه خیلی جذاب مخصوصا درس اولمون که الان میخوایم با هم شروع کنیم قبلش یه نکته از جلسه قبل بگم ما جلسه قبل در رابطه با آنال مدم مودم ها صحبت کردیم ولی آنالوگ مودم رو یادمون رفت بگیم که توی کدوم لایه کار میکنه به نظر خودتون یه مودم آنالوگ تو کدوم لایه کار میکنه مودم آنالوگ قرار بود چی کار کنه قرار بود دیتا رو بگیره به صورت دیجیتال تبدیل بکنه به آنالوگ روی خط تلفن ارسال کنه اون طرف آنالوگ بگیره تبدیل کنه به دیجیتال و بده به بالا درسته پس میشه تو کدوم لایه یه دقیقه خودتون فکر کنید و اینجا پاس کن فکر کن جواب بده بله توی لایه فیزیکال کار میکنه همین خط تا آخر رو هم که نگاه بکنید توضیح داده یک مودم آنالوگ توی لایه فیزیکال کار میکنه مثل یک ریپیتر ریپیتر هم همین بود دیگه ریپیتر کارش چی بود قرار بود دیتا رو بگیره ریپیت کنه دوباره تقویت بشه بره این نکته هم فکر ریپیتر رو نخوندیم این نکته در واقع ریپیتر خیلی مهمه ری همه میگن ریپیتر رو فارسی ترجمه میکنن تقویت کننده ریپیتر اگه بخواد تقویت کنه خب نویز رو هم تقویت میکنه پس ریپیتر تقویت کننده نیست ریپیتر میگیره دیتا رو دیتا رو بازسازی میکنه و از اول ارسال میکنه اینکه ریپیتر رو بیایم تقویت کننده ترجمه کنیم پس باعث میشه که آقا نویزی که بهش رسیده رو هم تقویت کنه بفرسته با نویز بیشتر دیتا ارسال بشه اصلا اینجوری نیست ریپیتر رو هنوز نرسیدیم فکر کنم تو قانون 543 که جلوتر بهش میرسیم ریپیتر رو دوباره اونجا واسهتون توضیح میدم خیلی نگران نباشید خب میخوایم بریم سراغ دیوایس اول یا پکت شیپر این دیوایس جالبیه و اگر کسی هم از دیوایس استفاده نکنه از اپلاینسش همه جا داره استفاده میشه هر روز داره توی زندگی ما استفاده میشه چی کار میتونه بکنه؟ پکت شیپر اول دوتا لغت رو بذارید آشنا بشیم شیپینگ یعنی شکل دادن یه چیزی رو به یه شکل خاصی در بیاریم بدیم و تراتلینگ خفه کردن تراتل کردن یا خفه کردن اینترنت که رفتی از آی گرفتی خفه شدم اینترنت که رفتید از پی آی گرفتید اینترنت رو برای شما یا شیپ کرده یا ببخش یا شیپ کرده یا تراتل کرده یا خفه کرده اونجا میگن بندویت شیپینگ و بندویت تراتلینگ انجام دادن یعنی چی؟ من رفتم من و طبق پایینیمون مثلا از یه جا اینترنت گرفتیم اون درخواست داده اینترنت 8 مگ بهش بده من درخواست دادم اینترنت 16 مگ بهم بده چه فرقی میکنه؟ خب برای من گرونتره ولی تو از نظر اونا چه فرق میکنه؟ مگه میتونن که آقا به یکی بگن تو هش استفاده کن اون یکی زمین بله به واسطه دستگاه پکت شیپر میتونن این کار رو انجام بدن حالا یا دیوایس فیزیکیشو دارن یا اپلاینسشو نصب کردن و به صورت نرم افزاری دارن این کار میکنن حالا نرم افزارهای مختلف هم این قابلیت رو دارن جوری نیست که فقط لازم باشه بری همین دیوایس رو بگیری نه اغلب نرم افزارهایی که کار فایروال انجام میدن حالا جلوتر میبینیم نیکست جنریشن فایروال ها هم این کار رو میتونن انجام بدن و میتونن برای شما باندوید شیپینگ یا باندوید تراتلینگ رو انجام بدن به من اومدن تنظیم کردن آقا فلان خطی که قرار استفاده کنه 16 مگابیت پر سکند دانلودش باشه 2 مگابیت پر سکن آپلودش باشه اون یکی 8 مگابیت پر سکند دانلودش باشه 1 مگابیت پر سکند آپلودش باشه کاملا این کار انجام پذیره و میتونن انجامش بدن به واسطه این دستگاه حالا یعنی چی قراره چی کار بکنه بریم توضیح کتاب با هم ببینیم اینجا توضیح داده که پکت شیپینگ یا ترافیک شیپینگ هم بهش میگن یا که از ریت لیمیتینگ میاد میبینید قش علم از ریت لیمیتینگ یعنی محدود کردن میاد یک دستگاهیه که اینترنت ورکینگ ترافیک منیجمنت تکنیک یک تکنیکیه که میتونه اینترنت رو ترافیکش رو منیج بکنه به واسطه دیلی ایجاد کردن دات دیلی سام اور all packets to bring them into compliance with your your or your company traffic profile به واسطه حالا یه سری تنظیمات پروفایل هایی که توش انجام شده دیلی که ایجاد میکنه و این چیزا میتونه این کار انجام بده این عکسی که میبینیم یک اپلاینسی بک پکت شیپر اپلاینسی از بلو, بلو کات که چی میشه کت آبی که این دستگاه رو ساخته ببینید قشنگ این اوت داره شما مش... میتونید مشخص کنید که دقیقا چه کار انجام میخواد بده This process is used to optimize or guarantee performance, improve latency and or increase usable bandwidth for some kinds of packeting packets by delaying other kinds decide on by you خب اینجا توضیح داده که آقا پردازشی که قرار انجام بشه چجوری این کار انجام میده این پردازش قراره گارانتی کنه پرفورمنس ما رو لیتنسی یا تاخیرمون رو و بندویتمون رو برای یه سری از بستای خاص ببره بالا برای یه سری بیاره پایین برگردیم گارانتی کردنی که اینجا حرف میزنه یعنی چی؟ شما اگه دارید یه دونه موزیک گوش میدید و همزمان قرار یه دونه فایل هم ارسال بکنید کدوم براتون مهمتره؟ سیستم باید تشخیص بده که کدوم برای شما مهمتره اون فایله اگه یه قسمتش اشتباه برسه به مشکل میخوره ولی اون موزیکه که داری گوش میدی اگه یه ثانیه هم پاز بشه فوقش پاز میشه دوباره بقیهش رو میتونی بشنوی این ترافیک شیپینگ میاد چک میکنه میگه اوکی موزیک و ولش کن یه ذره درصد اولویتش بیاد پایین ولی اون فایله که داره ارسال میشه درصد اولویت بره بالا بذار فایله بره سریعتر برسه ما اینو کجا قشنگ حس میکنیم موقعی که داریم داریم ویدیو استریم میکنیم یا اون وسط ویدیو استریم کردن یه ثانیه هم پاز میشه دوباره ادامه پیدا میکنه چرا؟ به خاطر اینکه اون استریم کردنه اولویت پایینتری نسبت به بقیه کارهای دیگر داره وگرنه شما میتونید برید اولویت استریم رو این کار رو میشه انجام داده ولی تو حرفه ای تر یاد میگیرید میتونید برید اولویت اولویت پکت ها رو عوض کنید ببرید بالاتر استریم همیشه توی اولویت باشه همیشه اون بره. عق... کار اصلی رو انجام بده حواستون باشه بعدا ما توی اه... کلاینتمون داریم این کار رو میکنیم امکان داره وسط راه اون کسایی که آی اس پی بالا سریاش چه تنظیمی انجام داده باشن یعنی من شاید بگم نه من استریم واسه هم از همه چی مهمتره بیارم بالا ولی آی اس بگه این اینترنت ارزون گرفته استریم از همه چی براش این کارو میکنه که من برم سرویس بهتری از اون بگیرم و از اون سرویس بهتر استفاده کنم این امکانم وجود داره این از پکت شیپر یه نکته قبلا هم تلفن زنگ میزنه یه نکته که خیلی مهمه حواستون حتما بهش باشه اینه که بچه ها خیلی وقتا یه توضیح انقدی الان ما کلا 5 خط 6 شیش... خط توضیح در رابطه با پکت شیپر دادیم ولی آیا این شش خط کفایت میکنه من سعی میکنم بیشتر توضیح بدم وقتی یه چیزی انقدر کمه ولی شما خودتون باید حتما سرچ کنید بیاید تو کامپیوتر ببینید من اینجا خودم مثلا میخواستم پکت شیپر رو یه ذره باز بیشتر در موردش بدونم که یه وقت چیز اشتباهی نگم حالا با اینکه میدونستم تقریبا چیه میام پکت شیپینگ رو سرچ میکنم پکت شیپر رو حالا درست غلط میبینید که واسه میاره بعد اومدم ویکی‌پدیا شروع کردم اینجا رو خوندن این قضیه که آقا با آی اس پی شروع بکنم رو از همینجا یهو فهمیدم داشتم فکر می‌کردم خب پکیج شیپر رو از کجا بگم دیدم آها اینجا گفتش که آره آی اس پی ها استفاده می‌کنن همینجا بود امیدوارم که هنوزم باشه در مورد آی اس پی ها نوشته بود که آره آی اس پی ها اینجا استفاده می‌کنن یا میاد پایین‌تر ببینید اینجاها مراحلش رو گفته آقا چیکار دقیقاً داره انجام می‌ده این آشین آی اس پی ترافیک منیجمنتی که گفته بود پس حتما خودتون سرچ اضافه انجام بدید حتی شاید فارسی من نمیدونم پکت شیپر فکر میکنید فارسی پیدا میکنیم تعریف پکت شیپر و کانتنت فیلتر به زبان فارس ساده احتمالا جفتش چیزه نه خوبه فارسی توضیح داده پس میتونید بیاید اینجا خودتون اضافه کنید یه سری چیزایی رو یاد بگیرید که شاید حتما من اینجا توضیح نداده باشم حتما حتما این جزء وظایف شماست این کار رو باید انجام بدید خب بریم این لغت QoS رو هم من توضیح بدم واسه اینکه نمیدونم قبلا گفتم یا نه QoS یا Quality of Service چیزیه که فکر کنم تو کانتنت فیلتر گفتم ولی اینجا دوباره معنی پیدا میکنه من وقتی میخوام دیتام بره به دست طرف برسه و میخوام مطمئن بشم که اول دیتای مثلا ایمیلام ارسال بشه بعد بیاد سراغ دیتای صوت و ویدیو باید تضمین QoS داشته باشم یعنی باید کاری بکنم که این ترتیب ها رعایت بشه به این کار میگن QoS Quality of Service QoS یا این سرویسه که باعث میشه دیتای من درست به دست مخاطب برسه اون چیزی که باید سر جایی که باید به دست مخاطب برسه پس این از پکت شیپر که دیوایس اول ما بود دیوایس دوممون VPN کانکتور است. جلسه قبلا فکر کنم گفتم هیچکس هیچ, کس هیچ کشوری اندازه ما نمیدونن وی پی کانکتور چیه و کلا وی پی ها چیه به واسطه اینکه خب ما داریم استفاده میکنیم مدام متاسفانه و الان توی بدترین وضع اینترنتمون هم به سر میبریم اگه نمیدونید اغلب سایت هامون اغلب سایت های داخلی دارن آی پی میارن داخل ایران فقط از داخل ایران قابل دسترس باشن و این خیلی بده ما داریم خودمون خودمون از دنیا قطع میکنیم متاسفانه اون هم میکنن ما هم داریم ریشه میزنیم به این تیشه قط... تیشه میزنیم به این ریشه و قطعش میکنیم بره ریشه به تیشه هم شاید خوب باشه خب بریم سراغ دیوایس دوممون که وی پی کانکتور ها هستن ما توی جلسه قبل در رابطه با پراکسی صحبت کردیم که آقا دیتا مون می دسته میدیم دست یکی دیگه اون میره میپرسه جواب میگیره به ما پس میده این کاریه که پراکسی یا وی پی برای ما انجام میده حالا وی پی کانکتور چی کار میکنه من اگه یه سازمانی دارم شما فرض کنید مثلا مایکروسافت مایکروسافت هزاران مثلا الان که کرونا اتفاق افتاده هزاران کاربر کارمند داره که این کارمنده از بیرون شرکت کار میکنن به هر کدوم بگه برو کار خودت رو انجام بده خب در بوداقو میشه اطلاعات کجا ذخیره بشه چه چک بکنه و این موارد چی کار میکنه به همشون یه کانکشن وی پی میده میگه کامپیوترت که اومد بالا وی پی این بزن کانکشن وی پی رو دابل کلیک میکنی وصل میشی انگار اومدی نشستی تو شرکت پشت کامپیوترت حالا که پشت کامپیوترت نشستی دیتا کامپیوتر دستت هر کاری میخوای میتونی انجام بدی دسترسی به سرورها داری دسترسی به برنامه ها داری دقیقا انگار رفتی پشت کامپیوتر توی شرکت نشستی یا انگار لپتاپ رفتی تو شرکت کابل شبکه رو زدی وصل شدی به دنیای عظیمی که من توی شرکت خودم ساختم حالا میتونم واسه هر یه دونه کامپیوتر من اگه بخوام به یه کامپیوتر وصل بشم باید اون کامپیوتر رو روشن باشه یا نه نمیخوام یه کامپیوتر روشن بذارم یه دونه تو خونه روشن باشه که یه وی کانکتور میذارم همه اون کامپیوتر همه اون دسترسی ها و چیزایی که میخوام روی سرورامه روی اون وی کانکتور تنظیم میکنم که تو قراره به چیا دسترسی داشته باشی بعد یه دیوایس مالت وی کانکتور میگیرم مثلا هزار تا VPN ساپورت میکنه هزار تا از کارمندام آی پی اینو میدم بهشون وصل میشم مین یوزر پس میزنن صفحه خودشون میاد شروع میکنن کارهای خودشون رو انجام دادن و این موارد پس VPN کانکتور قراره مالتیپل وی برای ما به ساپورت بکنه که ما بتونیم چندین تا از کارمندامون چندین نفر رو بفرستیم سراغ یه دیوایس حالا من میرم یه دیوایس هزار تایی ده هزار تایی صد هزار تایی میخرم و این همه رو ساپورت میکنه عکسی که توی تصویر میبینید وی کانکتور سیسکو مدل سه هزاره بریم ما نگاه به کتابم من بندازیم خب این خط اولی که توضیح دادم میگه VPN کانکتور مالتیپل وی کانکشن برامون سازه که ریموت لوکیشن بتونن وصل بشن از جاهای مختلف بتونن ریموت بشن خب توی خط دوم میبینیم که توضیح داره میگه آقا اگر چه این کاری که وی پی کانکتور انجام میده رو من میتونم به واسطه راوتر و سرور و اینکریپشن گیتوی و کانتنت فیلتر بذارم کنارم دیگه این کار رو انجام بده پس شاید با همون دیوایس های قبلی که داریم بتونیم این کارو بکنیم یه سرور میسازم یه سرور خفن دارم که رو اون سرور خفنم میام وی پی کانکشن های متعدد میسازم همه به اون وصلشن و از اون کار بکنن دیگه نیازی نباشه بیام براو... بیام سیسکو وی پی ان کانکتور بخرم خب چون این یه دیوایسه و باید به واسطش پول بدم دیگه در حالی که من قبلا راوتر دارم که قرار مسیر انجام بده یه سرورم دارم که خیلی خفنه یه سرور چه مثلا این تا سرور جی تن کنار هم دیگه گذاشتم و داره کار میکنه حالا قضیه اینکریپشن گیت و کانتنت فیلتر هم روش ست میکنم همه اینا میتونن در کنار هم دیگه این کار رو برام انجام بدن و من رو از خرید یک دستگاه اضافه بی نیاز میکنن ولی اگه اونا رو نداری خب این کانکشن هم میتونه با جواب بوی کار ما باشه بعد اون دستگاه در کنار هم دیگه ببینید The same performance benefits can be drive from dedicating a device to this uh, همون پرفورمنسی رو بهتون میده که این دیوایس بخواد بهتون بده پس خیلی راحت میتونید اون کار رو انجام بدید خب پس اینم از دیوایس دوم ما که وی پی کانکتور بود حالا اگه بخوایم یه جنبندی بکنیم من میتونم برم یه وی پی کانکتور بگیرم آدمو از جاهای دیگه واسه چند توی شرکتم کار کنم میتونم اگه سرور دارم و راوتر دارم بیام از بی همون سرور و راوترم استفاده بکنم و این کارو انجام بدم دیگه نیازی به خرید دستگاه اضافه تر نیست همه چیزها رو نرم افزاری روی همون پیاده کنم قبلا هم گفتم دو جلسه قبل فکر کنم توضیح دادم که مزیت دستگاه فیزیکی نسبت به اینکه شما بخواید نرم افزاری رو پیاده کنید چیه و اگه ندیدید اون دو جلسه قبل رو برید ببینید حتما خب بریم سراغ دیوایس سوممون یا مدیا کانورتر ها مدیا ها چی هم مدیا میشه خط انتقال قراره انواع شبکه رو به همدیگه تبدیل بکنن ما شبکه باس داشتیم که تو شبکه باس کابل کواکسیال داشتیم بعد اومدیم شبکه استار داشتیم که تو شبکه های کابل آر... کابل ام... کت 5 استفاده کردیم کت 6 استفاده کردیم و کت 7 حالا اگه بخوایم یه شبکه باس رو به یک شبکه استار که کابل های متفاوتی دارن وصل بکنیم باید چیکار کنیم باید از یک مدیا کانورتر استفاده کنیم باس رو که بندازیم دور هیچی تام شد رفت من الان یه شبکه استار دارم که از کابل کت 7 استفاده میکنه و اتصالش به جای دیگم رو با فیبر نوری کشیدم فیبر نوری که سرعت بالاتری نسبت به این شاید نداشته باشه ولی یه مزیت بزرگ دیگه داشت گفتم مزیت بزرگ فیبر نوری چیه اینه که میتونه مسافت بیشتری رو بره من اگه قرار بود کابل معمولی بکشم باید بین راه ریپیتر میذاشتم هزار تا در دردسر ولی من میتونم یه فیبر نوری بذارم که 50 کیلومتر واسه من بره همین جوریه که دنیا به هم وصل شده از فیبرهای نوری خیلی سرعت بالا و فیبر نوری که باز مسافت طولانی کار میکنن داریم استفاده میکنیم فرض کنیم من دو تا شرکت دارم دو, دو قسمت شهر تهران یکی این وره مثلا توی خیابونی قرار داره سی کیلومتر ورتر مثلا دفتر دوم همو زدم و توی یه کشوری هستیم که میتونیم کاب کشی کنیم حالا اینجا که اصلا نمیشه البته درستش اینه که هیچ جای دنیا نمیتونی تو هر برداری کاب بکشی چون یه عالم خونه و ساختمون ایناست ولی شرکت ها اومدن فیبر نوری کشتن و فیبر نوری رو به تو میدن تو ایران ها البته شرکت سروش این کار رو انجام میده از های دیجیتال سروش اگه خواستید فیبر نوری اختصاص میده میتونید برید ازشون بخرید ولی خب قیمت و هزینه و من هیچی نمیدونم در موردش فقط شنیدم که این کارو میکنه میخوام حالا کاب بکشم میام اینجا شبکه داخلی مو نمیام فیبر نوری بکشم شبکه داخلی مو میام کت 7 میکشم اونورم شبکه داخلی م 7 ه حالا این دوتا رو میخوام به هم وصل کنم یه فیبر نوری این وسط کار میکنم اینور یه مدیا کانورتور که فیبر نوری رو تبدیل کنم به کاب اونورم یه, فی... یه مدیا کانورتور که فیبر نوری رو تبدیل کنم به کت 7 به همین راحتی پس مدیا کارش کانورت کردن این نوع دیتا ها به هم دیگه است حدس میزنید دوباره توی کدوم لایه داره کار میکنه بریم با هم ببینیم حدستون باید درست باشه دیگه عین اون قبلی ها میشه بریم ببینیم خب اینجا توضیح داده که مدیا کانورتور ها عموما استفاده میشن برای وقتی که شما می‌خواید from one type of cabling to another type میخواید یک نوع از کاب رو به نوع دیگری تبدیل بکنید برای این کار شما باید مثلا میخواید فایبر رو به اترنت تبدیل کنید یا اترنت رو به فایبر همین چیزی که اینجا میبینید این تصویری که اینجا میبینید فایبر رو به اترنت تبدیل میکنه RG45 اینور میخوره اینور فیبر نوری میخوره Obviously میشه به طور مشخص از The location of this device depends on where the conversion... to take less. این دیوایس به طور مشخص کجا باید استفاده بشه دقیقا اونجایی که مرز تبدیل این دوتا به همدیگر به هم دیگه است توی خط آخر توضیح داده میگه به obviously میشه به طور مشخص گفته این دیوایس کجا باید استفاده بشه دقیقا اونجایی که مرز تبدیله ورودی ساختمون ورودی ساختمون بیاد کابل فیبر نوری بیاد تبدیل بشه به این ور بیاد و دوباره توی خط آخر توضیح داده که این دیوایس هم چون داره کار تبدیل رو انجام میده توی لایه یک کار میکنه عین مودم میمونه هیچ فرق نمیکنه مودم هم تقریبا داره همین جور کار رو انجام میده ولی با کابل تلفن این داره با دو نوع کابل مختلف این کار رو انجام میده خب بریم سراغ دیوایس بعدی دیوایس یه تکنولوژی بعدی که کتاب معرفی میکنه اسمش VoIP Bpx. قبل از اینکه ببینیم بی پی ایکس چیه بریم ببینیم وایپ چیه وایپ مخفف وایس اوور آی پی هستش یعنی چی یعنی شما میخواید بر روی بستر ای که الان ساختید وایس بتونید ارسال و دریافت بکنید حالا به چه دردی میخوره که ما بخوایم وایس رو روی اون بستر ارسال بکنیم تلفن صوتی بتونیم بگیریم بتونیم تلفن بزنیم یا تماس صوتی بتونیم بگیریم همه این تماس هایی که ما داریم با اسکایپ و زوم و این جور چیزا با خارج از کشور برقرار میکنیم اونایی که بر فقط صدای همشون بر اساس وایپ داره کار میکنه حالا ما میتونیم این ویپ رو بریم مثل همین قضیه که گفتم سرویس زوم رو وایپش رو بخریم استفاده کنیم میتونیم خودمون سرور وایپ برای خودمون را بندازیم میتونیم دیوایس های وایپ رو بگیریم توی شرکت هامون کار بکنیم باش بریم کتاب نگاه بندازیم و برگردیم A private branch exchange private میشه خصوصی branch میشه شعبه exchange میشه نقل و انتقال یا معامله کردن پس BPX مخفف یه پرایویت برانچ اکسچنجه یعنی یه جایی که ما بتونیم با شعبه های دیگه‌مون نقل و انتقال خصوصی داشته باشیم بعد توضیح داده is a private telephone on customer premises یعنی چی یعنی اینکه ما یه دونه ویپ بی پی ایکس میگیریم و میتونیم به واسطه اون تلفن رو توی شرکت خودمون برقرار بکنیم حتما اسم تلفن سانترال به گوشتون خورده تلفنهای سانترال یکی از انواع همین بی پی ها هستن تلفن سانترال تو شرکت دیدید یه قطعه گنده رو به دیوار خط تلفن رو بهش میدن بعد روی هر میز یه دونه تلفن حالا یا بزرگ یا تلفن کوچیکه به اون تلفنه نمیگیم سانترال درست تلفن های سانتراله ولی اصل قضیه دست کل سیستم به واسطه اون دستگاه هست اون دستگاه اسمش همین بی پی این بی پی هست که داره این کار رو انجام میده حالا تلفن های دو مدلن تلفن های قدیمی که بر اساس آی پی کار نمی با سیم تلفن وصل می شدن و تلفن های سانترال جدید که دیگه سیم تلفن به پشت تلفن نمی خوره. کابل شبکه می خوره. اونایی که کابل شبکه میخوره همین سیستم ویپ بی پی ایکس داره پشتیبانی میکنه اونایی که قدیمی تر بوده بهشون میگفتیم سانترال های تلفنی ساده یک مثال کتاب میزنه میگه ویپ بی پی اکسه که باعث میشه شما دو تا دونه خط برای تلفن داشته باشید ولی داخل شرکتتون 50 تا تلفن بذارید و 50 تا داخلی داشته باشید همه جاهایی که زنگ میزنید تلفن میگن که برای وصل شدن به مثلا ما... چه میدونم مدیریت شماره یک رو بگیرید مالی دو رو بگیرید فلان سه رو بگیرید اینا بر اساس همین بی پی اکسه. بی پی اکسه که داره این کار رو میکنه اون دستگاه سانترال رو قرار میدیم اونجا میایم برنامه ریزیش میکنیم توش تعریف میکنیم که چه کارهایی رو چه شماره ای برای چه چیزیه و بتونه این کار رو انجام بده کسی از بیرون به هر کدوم از اون دوتا خط زنگ بزنه به یکی از اینا وصل میشه منیم که تلفن رو برمیدارم میزنم یکی از خط تا آزاده و میتونم باش تماس بگیرم حالا میتونم بگم با کدوم خط بعضی وقتا میگم نه فقط شماره نهو میزنم یکی از خطهایی که آزاده مثلا برام در نظر گرفته بشه بر اساس اینکه کسی که سانترال رو تنظیم کرده چه کانفیگایی انجام داده کاملا میتونه متفاوت باشه و ما میتونیم تلفن داخلی با هم دیگه داشته باشیم یعنی من از مثلا میز پشت میز خودم زر میزنم به پشت میز همکارم و با اون شروع کنم صحبت کردن اینا همش به واسطه همین وایپ بی پی اکسه که صورت میگیره خب پس ولت بی پی اکس اون دستگاه هست که قرار این کار رو واسه ما انجام بده مورد بعدی ویپ اند پوینت منظور از اند پوینت چیه همون تلفنایی که روی میزمون میذاریم این تلفن هم دو مدل یه سری تلفن‌هاش هست بهش میگن تلفن‌های مدیریتی منیجمنت فون بهشون میگیم یعنی چی صفحه بزرگی داره یه عالمه میتونید روش کد تعریف کنید و اینا یه سری هم تلفن معمولیه که اون تلفن معمولی فقط بر میداره فوقش یه ترنسفر داره و اینجور چیزا اون تلفن مدیریتی خیلی کارهای بیشتری هم میتونه برای ما انجام بده پس وایپ اند هم میشه اون تلفن‌هایی که روی میزامون قرار میدیم یه نگاه بندیز ببینیم کتاب چی گفته VoIP endpoint are دسکتاپ فون سیستم or wireless فون part coverage network where data and voice traffic are no combined in two days networks خب نکته مهم این که میتونه وایرلس هم باشه حتما نباید وایرد باشه یه دونه بیس داره که کابل شبکه رو به اون وصل کنیم تلفن وایرلس دیگه اینکه همه میدونیم مزیت این روش که از ویپ استفاده کنیم چیه میتونیم بر روی بستر اینترنت دیتامون رو ارسال کنیم من آی رو میشناسم که وقتی بهش زنگ میزنی شماره تهران داره ولی توی یه شهرستان دیگه گوشی ها زنگ میخوره و آدما شروع میکنن جواب دادن چرا چون تو اون شهرستان خیلی هزینه کارمند گرفتن ارزونه یه شهرستانیه که اسم نمیبرم حالا نه اسپی نه شهر رو یه شهرستانیه که خب دانشجو زیاد داره و دانشجو استخدام میکنه برای این کار با حقوق خیلی کمتر داره به اونا میده و ساعت های پارت تایمشون میان اونجا کار میکنن تلفن جواب میدن تلفن تهران زنگ میخوره ولی به واسطه ویپ داره منتقل میشه میره یه شهر دیگه دارن تلفن رو جواب میدن همه جای دنیا این اتفاق میفته شما زنگ میزنید مثلا دفتر شرکت گوگل توی سان فرانسیسکو و یه اون بینید پشتیبانیش از هند داره جوابتون رو میده چرا به واسطه این سیستم ویپه که داریم این کار انجام میدیم خب یه دقیقه NGFW رو نگه داریم به وایپ ویپ گیتوی رو هم با هم بخونیم حالا که داخل وایپ هستیم ستاشو ببینیم بعد برمیگردیم ویپ گیتوی چیه؟ توضیحی که کتاب داده رو با هم ببینیم گفته A ویپ وایس Voice over IP gateway is a network device that helps to convert voice convert voice pass and fax call between an IP network and public switch telephone network پس اگه ما یه شبکه PSTN یا شبکه‌ای داریم که به اساس تلفن خط تلفن داره کار میکنه و یه شبکه IP بیس داریم و و قرار این دوتا بتونن به هم وصل بشن من باید داخل اون بسته BPX هم یه دونه گیتوی هم بذارم که این گیتوی کار تبدیل رو انجام بده من میرم توی شرکت الان یه توضیح اینجا هم میدم ما میریم توی شرکتی مثلا میخوایم سانترال ببندیم و میگم من سیستم قدیمی رو نمیتونم بذارم کنار سیستم قدیمیم هست حالا قراره یه سیستم برای یه سری دیگه را بندازم میگم اوکی برای اینکه سیستم قدیمیت بتونه به این بر وصل بشه باید یه گیتوی این وسط بذارم که کار تبدیل اینا رو به هم دیگه انجام بده A VoIP gateway can typically support at least two T1 E1 digital channels. میگه که میتونه از دو تا حداقل at least حداقل و دو تا T1 E1 داشته باشه. اینا هم دو مدل دو مدل خط هستن. که ما تو ایران تیوان نداریم ایوانو داریم خب حالا که تا اینجا اومدیم بچه هایی که نتورک پلاس میخونید الان دارید یاد میگیرید بیس اصلی و ما یه ذره همین این که میگیم میتونه ربط پیدا بکنه به کار سانترال های انجام دادن قدیما بچه های کسی که الکترونیک کار میکردن میرفتن مثلا دوره سانترال یا کسی که مخابرات کار میکردن میرفتن دوره سانترال میدیدن و سانترال کانفیک میکردن الان شما این مزیت رو دارید به واسطه اینکه همه چی داره میاد روی آی پی و شما بعد از این دوره آی پی میفهمید ساب نت میفهمی یاد میگیری اینا رو کانفیگ بکنی خیلی بهتر بتونی بری وارد این بازار کار بشی بازار کار خوبیه به شرطی که در کنار بقیه کارهات بلد باشی من نمیگم بری فقط سانترال کار بشی نه الان بچه های شبکه کاری هستن که سانترال کار میکنن من خودم اصلا کار نمیکنم سانترال چون موقعی که قرار بود برم یاد بگیرم دیدم چند تا رفیق دارم که از من خیلی ترن. چه کاری وقت بذارم برم اونو یاد بگیرم بذار هر وقت لازم شد میگم اونا بیان کار بکن ولی شاید یه روزی رفتم یادم گرفتم خب واسه من دیگه یادگیریش خیلی سخت نیست یه آدمی پیدا بکنم بهش میگم تو اینو به من یاد بده من اونو یادت میدم میتونم ازش یاد بگیرم ولی شما میتونید اصلا دوره سانترال برید خیلی نیست شاید 10 20 ساعت دوره میرید میبینید و یاد میگیرید سانترال ببندید این میتونه درآمد جانبی کنار بقیه کاراتون باشه یه شرکت کار میکنی حالا بعد از دور یه شرکتی هم سانترال بخوای بری سانترالش رو دوباره کانفیگ کنی بری یه سانترال براش ببندی اینجور چیزا هم سانترال هم دوربین بچه‌ای که سانترال کار میکنن دوربین هم عموما کار میکنن و جفتش رو یعنی یه دوره مشترک میتونید پیدا کنید که این دوتا رو با همدیگه برید در کنارم ببینید و یاد بگیرید دختر و پسرم نداره برای بار ست هزارم نمیدونم اینجا نگفتم فکر کنم خیلی از چیزها رو من میگم آقا برید یاد بگیرید طرف میگم آقا من خانومم نمیتونم باشه بابا این حرفا چیه من سانترال کار خانوم سراغ دارم هرفهی حرفه ای کار پسیوشو نمیکنه پسیوشو میگه بقیه بیا بکنن خودش میاد فقط کانفیگاشو انجام میده بسیار هم آدم حرفه اصلا اینو از سرتون بیرون کنید که من خانومم فلان کارو نمیتونم بکنم یا من مثلا فلان چیز اصلا اینا رو بریزید دور کاملا از ذهنتون پاک کنید این قضیه رو بریم سراغ بعدی NGFW یا Next Generation Firewall ها رو بریم با هم دیگه بخونیم و یاد بگیریم بریم تو کامپیوتر NGFW Layer 7 Firewall نکته مهمش رو همین اول گفت این فایروال توی لایه هفت کار میکنه چرا؟ به خاطر اینکه قرار جزء Next Generation باشه حالا ببینیم Next Generation یعنی چی؟ خب NGFW are category of device that attempt of address traffic inspection and application awareness shortcoming of traditional stateful firewall without hampering the performance خیلی مهمه داره توضیح میده میگه آقا NGFW ها برای این به وجود اومدن که بتونند دیتا رو نا کنید ادرس ترافیک اینسپکشن بتونن دیتایی که در رد و بدل میشه یا ترافیک رو اینسپکت بکنن یا بازرسی بکنن اپلیکیشن اورننس شورت کامینگ باشن یعنی نقص اپلیک... یعنی نقاط ضعف اپلیکیشن های قبلی رو برطرف بکنن آف ترا... اه... ترادیشنال استیت فول فایروال فایل... استیت فول نکته مهمیه استیت فول اگه ترجمه کنیم میشه دولتی اینجور چیزا دولت مرد دولتی ولی اینجا منظور یک نوعی از فایرواله استیت فول داریم و استیت لست داریم دو نوع از فایروال ها هستن پس قراره مشکلات فایروال های قبلی یا نسل های قبلی رو حل بکنه بدون مانع شدن برای پرفورمنس همپرینگ میشه مانع شدن برای جلوی بدون اینکه بخواد پرفورمنس رو کاهش بده خب این تیکه چون مهمه همه انگلیسی رو براتون میخونم و تیکه تیکه با هم ترجمه میکنیم Although UTM devices also attempt to address these issues یعنی چی؟ UTM دیوایس ها هم که قبلا در موردشون خوندیم خب اینجا میگه اگرچه UTM دیوایس هایی هم که قبلا در موردشون خوندیم همین مشکل رو داره همین اتم به همین مورد توجه کردن They tend to separate internal engine to perform individual security function tend نمیدونم چی میشه تمایل دارن اونا تمایل دارن که یک انجین داخلی یا یک موتور داخلی جداگونه برای individual security function هاشون داشته باشن This means a packet may be examined several times by difficult engine to determine what uh, whether that it should be allowed into the network. Uh, این به این معنیه که پکت هاexamined میشن، exama exam اگزمین، میشه uh, تست شدن یه اینجور چیزی بررسی میشن. several times به تعداد فاوتی متعددی by different engine با انجین های مختلف تا بفهمن که آقا اجازه عبور دارن یا ندارن این توی یوتیم هاست خب ولی Next جنریشن فایروال ها پس الان اشکال UTM ها رو فهمیدیم میگه آقا نکست Generation Firewall ها به وجود اومدن که بتونن بدون اینکه مشکلات سیستم های قبلی رو داشته باشن تک به تک بسته ها رو چک کنن بفهمن چیه و از بتونن اینسپکتشون بکنن این داخلشون رو ببینن کاری که قبلا یو تی میتونستن انجام بدن ولی به واسطه چی به واسطه چند لایه بودن و با چند تا موتور مختلف این کار رو باید انجام میدادن حالا NGFW ها برای این به وجود اومدن که این مشکل رو حل کنن NGFW are application aware خب application aware یعنی چی؟ which means they can distinguish distinguish میشه مذاکره کردن distinguish between a specific application instead of allowing all traffic coming in via typical web ports توی UTM ها ما میگفتیم این پورت به با... کلش باید بررسی بشه یا این پورت بسته بشه باز بشه ولی NGFWA میتونن با اون اپلیکیشنی که داره روی اون پورت خاص کار میکنه شروع به مذاکره کنن و صحبتاشو انگار بفهمند یه چیزی شبیه پراکسی میشن اون وسط قرار میگیرن تا بتونن دیتا رو بخونن و جواب بدن Moreover, they examine packet only once during the deep packet inspection phase. یعنی چی؟ علاوه بر این فقط یک بار میان پکت رو چک میکنن توی فاز inspection phase فیز میشه فاز اینسپکشن. Which is required to detect malware and anormalies. که میتونه مالور و و انورمالی رو هم برای ما تشخیص بده پس NGFW یا نسل بعدی فایروال ها چجوری هستن؟ فایروال هایی هستند که میتونن با برنامه ای که داره دیتا رو ارسال میکنه صحبت کنن مثلا من یه دونه من درخواست از طریق اینترنت اکسپلوررم هم یه درخواست میفرستم یا مثلا IDM من میخواد یه درخواست بفرسته بره آپدیت بشه اگه NGFW داشته باشم میتونه بستش رو باز کنه بگه این چیزی که داری میفرستی آیا مورد تایید من هست اجازه داره رد بشه یا اجازه نداره رد بشه این میشه خیلی خفنتر تا حالا میگفتیم آقا این روی ایمپورت حق نداره بفرسته حالا میگیم اجازه داره روی ایمپورت بفرسته فلان چیزا رو حق نداره بفرسته بره متاسفانه میبینیم که تو کشور ما الان داره این اتفاق میفته و بعضی حالا بعضی جاها داره این اتفاق هم میفته و داره استفاده میشه روی اینترنتمون هم. هم قضیه فیلترینگی که گفتم بعضی جاها بعضی چیزا فیلتر میشه بقیهش رد میشه اون یه تیکه خاصش داره فیلتر میشه و کار نمیشه البته خیلی کم دیدم این قضیه رو هنوز بیشتر در حد اینه که اون برنامه رو کیک میکنن اون پورتو پورت رو میبندن و اینجور چیزا خب توی ادامه کتاب میخواد یه دونه شبکه سوهو یا اسمال آفیس هوم آفیس رو با همدیگه ایمپلیمنت و پلن کنیم یعنی چی یعنی بیایم بگیم آقا ما مثلا میخوایم یه شبکه داشته باشیم که حالا مشخصات میده و میخوایم اینو با همدیگه پلن کنیم آقا باید براش چی بگیریم چی بگیریم چه جوری کانفیگش بکنیم و این موارد و نتورک سگمنتیشن براشون را بندازیم ولی این قسمت میمونه برای دو جلسه بعد چون من تو جلسه بعد میخوام DNS رو هم بگم که جا انداخته بودیم و جلسه بعدش میریم سراغ این قسمت پیاده سازی یه شبکه به صورت کاملا حرفه ای و اونو با هم بررسی میکنیم این قسمت پیاده سازی دیگه خیلی طولانیه و اگه بخوام کشش بدم شاید دو جلسه سه جلسه بخواد بره اگه بخوایم کل متن رو بخونیم من خلاصش میکنم تیکه های مهمش رو با عکس و اینجور چیزا واسهتون توضیح میدم سعی میکنم زیر یک ساعت اون جلسه رو هم جمع بکنم و که دیگه اذیت نشید بخواد ولی حتما خودتون برید کتاب رو بخونید اگر میخواید اون قسمت رو درست و سای بفهمید توی لیول های بالاتر که برید این قضیه رو خیلی بهتر دوباره میتونید بخونید و جا بیفته واسهتون ولی الان چیزی که جزء کتابه و میگیم تو دوره نتورک پلاس اغلب و اساتید هیچ حرفی از این قسمت نمیزنن همه رو میبرن تو دوره بالاتر که شما اطلاعات بیشتری دارید میگن ولی من میخوام توی همین دوره بگم بهتون خسته شدم خب این از جلسه 17 ام دوره نتورک پلاس امیدوارم که این جلسه به دردتون خورده باشه من یه چند تا نکته غیر درسی هم گفتم که امیدوارم اونها هم گوش کنید بهشون و خیلی بیشتر به دردتون بخوره یه سورپرایز دارم اونم اینه که سورپرایز که قبلا هم گفته بودم نمیدونم از آن کسایی هستید که عضو پادکست چاره کامپیوتر باشید یا نه احتمالا از این هفته یا هفته بعد پادکست چاره کامپیوتر با یه ساختار جدید که حالا نمیگم ساختار جدید شروع میشه ولی خیلی از موضوعات اینجا رو قرار اونجا تکمیلش بکنیم و حتما به دردتون میخوره حتما پادکست چاره کامتر رو هم از همه اپ های پادگیر میتونید دریافت بکنید استفاده بکنید رباتش هم درست کردیم اگر از اپ پادگیر نمیتونید استفاده کنید و دوست دارید روی تلگرام اون رو دانلود کنید میتونید رباتش رو هم فالو بکنید و از رباتون رو دانلود کنید آیدی ربات رو هم اینجا واسهتون میذارم تو تلگرام سرچ کنید این آیدی رو براتون میاد پادکستی که میخواید رو انتخاب کنید براتون دانلود میکنه و روی گوشیتون میتونید گوش کنید ولی من بازم پیشنهادم همیشه به کسایی که پادکست گوش میدن اینه که از اپ های پادگیر استفاده خودم به شخص از کست باکس استفاده میکنم امیدوارم که اون رو هم گوش کنید حتما الان فکر کنم 12 13 تا قسمت قبلی داریم اونا رو هم اگه گوش نکردید برید گوش کنید من لینکش رو توی توضیحات اینجا واسهتون میذارم که اونجا هم عضو بشید و اونجا هم همدیگر رو ببینیم امیدوارم که این جلسه 17 هم دوره نتورک پلاس به دردتون خورده باشه و دوستش داشته باشید پس سابسکرایب زنگوله لایک کامنت نره حمایت کنید مرسی از همراهیتون اینجا چاره کامتره مردشیر کابینی هستم فعلا خدا نگهدار